بسم الله الرحمن الرحیم. سرخط دو خبر مهم امروز از افغانستان. موش و پیشک بازی آمریکا با طالبان، کاری که طالبان را تباه خواهد کرد. پاکستان بالای طالبان خشمگین شده و دست به کار شد. برای جزئیات بیشتر این گزارش را تا آخر بیننده باشید و برای تازه ترین خبرها از سراسر افغانستان کانال شهر تیوی را حتما دنبال کنید. صدای افغانستان گزارش داده است که اسلام آباد گذرگاه چمن را بر روی طالبان بسته کرد. بدنبال درگیری های اخیر میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستانی در منطقه اسپین بولدک ولایت قندهار و چمن، حالا پاکستان مرز را بر روی افغان ها بسته است. درگیری دو روز قبل در گذرگاه مرزی میان دو کشور که تا هنوز دلیل اصلی آن واضح نشده، دو کشته و چندین زخمی بر جای گذاشته و باعث شده که طالبان نیروی بیشتری به اسپین بولدک بفرستد. اگرچه سخنگوی طالبان در همان روز اول گفته بود که این درگیری بر اساس نزاع محلی صورت گرفته و شلیک اول از سوی پاکستانی ها بوده، ولی حالا وضعیت عادی می باشد. اما به نظر می رسد که پاکستان از این وضعیت خیلی خوشش نامده و بالای طالبان خشمگین است. برخی منابع در قندهار در این باره گفتند که بستن مرز اسپین بولدک برای هزاران شهروند افغانستان مشکل ایجاد کرده و باعث سرگردانی و اختلال در امور آنها شده است. این در حالی است که طالبان مدعی هستند که این مشکل به زودی و از طریق گفتگو حل می شود. باید افزود که درگیری مرزی اخیر میان طالبان افغانستان و پاکستان در حالی صورت گرفته است که مدت قبل تنش مرزی به خاطر سیمکشی دیورند بالا گرفته بود و پاکستان ادعا کرده بود که جدایی طالبان بلوچ و طالبان پاکستانی در خاک افغانستان مستقر شده و از این طریق به داخل پاکستان حمله هایی را ترتیب می دهند. در همین حال واشنگتن یک روز بعد از برداشتن محدودیت ها بالای طالبان بر معاملات مالی افغانستان بر احیای اقتصادی این کشور تاکید می کند. کاخ سفید می گوید که از همین رو یکی از بخش های مورد توجه جو بایدن افزون بر اطمینان از دسترسی شهروندان افغانستان به کمک های بشری، بلند بردن توانایی های آنها برای انجام فعالیت های منظم بازرگانی می باشد. کاخ سفید در اعلامیه‌اش گفته است که مقام های ایالات متحده آمریکا تلاش می ورزد که مانعی برای فعالیت های بازرگانی و اقتصادی در افغانستان ایجاد نشود. برای جلوگیری و از وخیمتر شدن بحران بشری لازم است که اقتصاد افغانستان دوباره احیا شود. در چندین ماه گذشته یک از بخش‌های مورد توجه اداره جو بایدن نه تنها اطمینان از دسترسی شهروندان افغانستان به کمک‌های بشری، بلکه بلند بردن توانایی‌های آنها برای انجام فعالیت‌های منظم بازرگانی نیز بوده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته که تقاضا به عمل می رود که تمام آن محدودیت ها و مانعی که بالای سرمایه و تجارت افغانستان علاوه شده است باید آن موانع دور شود و برای رابط دیپلماتیک زمینه مساعد شود. از سوی دیگر رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ بعد از دیدار از کابل اوضاع بشری افغانستان را نگران کننده گفته است. باید افزود با آنکه ایالات متحده آمریکا محدودیت‌های مالی بر افغانستان را تا اندازه کاهش داده، اما اعلام کرده است که تحریم‌ها بر حکومت سرپرست امارات اسلامی یعنی طالبان همچنان پابرجاست. این به آن معنی است که آمریکا اصلاً بالای طالبان تا هنوز اعتماد 100% ندارد. بیننده های محترم کانال شهر تیوی، نظر شما در مورد بحران افغانستان و همچنان وضعیت نادرست طالبان در برابر پاکستان و آمریکا چیست؟ نظر خیشا در کامنت همین گزارش با همه به اشتراک بگذارید. تشکر از اینکه تا آخرین گزارش با ما همراه بودید. تا گزارش دیگر، خدا نگهدار.